پشت خونه ی دل شگفتای هر کرای ها میبینه. فردوسی بسیار مرد بزرگی بوده. آقا وقت شد داریم چند کلمه درباره فردوسی. من دلم میخواسته که با وجودی که سر کار هستم یک مطالبی به فکرم رسیده راجع به فردوسی، چون من خودم اهل مطالعه ام و شاعرم. از خوندنهای کتاب پی بردم که عواملی که در کتاب، یعنی مطالبی که در کتاب نوشته شده، از نظر من همچی درست نیست. شاعری مثل فردوسی گمون میکنم به مادیات تکیه نداشته. مثلا در بعضی نوشته ها نوشتن که، یعنی کلیتاً نوشتن که، یا میگن مشهوره یا نوشته ها فرقی نمیکنه، میگن فردوسی با سلطان محمود تعهد کرده مثلا که هر بیت شعری میسازه یک سکه طلا بهش بده. اون چه از نظر من درست نیست، برای اینکه اولا که شاعر قاعدتا تحت شرایط نمیتونه شعر بگه. ثانیاً فردوسی در عالم دیگری بوده که او توجه به مال و پول و چند بگیره، کسی که میخواد زبان پارسی را زنده کند، کسی که میخواد بگه چو ایران نباشد تن من مباد، از این بوم و بر زنده یک تن مباد، پول برای او معنا نداره. البته من نیشابوری‌ام، برای اینکه بتونم یک قدر بیشتر درباره فردوسی فکر کنم و مطالبی اگر روزی پیش آمد بگم، گویا میام مشهد، در مشهد کار میکنم و در نیشابورم کار میکنم، در مشهدم کار میکنم و بیشتر درباره فردوسی فکر میکنم. عقیده دارم که فردوسی اگر بنا بود نبوغش را در ساختمان به کار ببره، مبخشین انشالله، باید یک ساختمان 100,000 طبقه می ساخت. یعنی آرامش او به این کوتاهی ها و به این صحبت ها تمام نمیشه. مثلا بنده نیشابوری هم، یغما شاعرم، تا کنون هم 2,000 غزل سرودم، 900 رباعی سرودم، در حدود 3,000 بیت مثنویات سرودم. اصلا آرام ندارم، از کسی چیزی توقع ندارم، به کسی توجه ندارم. کسی جرأت نمیکنه بگه آقا این چی گفتن نیک. البته منو نمیشه گفت در مقابل فردوسی شاعر، ولی خب همینی که هست. حالا که وسیله فراهم و دوستان هستن، اگر اجازه میدن یکی از غزلهای خودم رو بخونم. میخوام یعنی آتش و افکار شاعر را بگم که او به چیزی اعتنا نداره. تنم در وسعت دنیای پهناور نمی گنجد، روان سرکشم در قالب پیکر نمی گنجد. ملا اسرار از این گفتگو آشفتگیه، باید ببخشین. ملا اسرار از این گفتگو بالاتر است، اما به گوش خلق از این حرف بالاتر نمی گنجد. نشانه قبر مگذارید بعد از مرگ یغمانا، شهاب طارم اسرار در مقبر نمی
اونجا